سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم وارد مرز بین حرکت شناسی و دینامیک حرکت دایره بشیم و راجع به یک موضوع بسیار بسیار هیجان انگیز و جالب حرکت دایره ای صحبت بکنیم من یک دایره خیلی خیلی کمرنگ اینجا کشیدم ممکنه شما اصلا نبینیدش بستگی داره به اون کیفیتی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید اما خودم میبینم و زیاد هم الان دغدغه نداشته باشید که ببینید این دایره رو یک شیء که این نقاط نارنجی رنگ هست داره روی این دایره من حرکت میکنه در جهت عقربه های ساعت و من بردار سرعتش رو در چهار نقطه از مسیرش رسم کردم نقطه یک دو سه چهار شماره گذاری نکردم که خیلی شکلم شلوغ نشه شما دیگه خودتون بدونید به ترتیب این رنگ ها یک دو و چهار هستن و این بردارهای سرعت اندازهشون برابره چون من فرض میکنم که این حرکت دایره ایم یک حرکت دایره ای یک نواخت هست اما جهتش داره تغییر میکنه و بنابراین من یک شتاب خواهم داشت و من میدونم که شتاب در یک حرکت دو بعدی یا اصلا در هر حرکتی شتاب از رابطه آ یا در حقیقت شتاب متوسط مساوی میشه با تغییرات بردار سرعت تقسیم بر زمانی که طول کشیده اون تغییرات صورت بگیره بنابراین من میتونم شتاب بین این نقطه یک و دو رو الان حساب بکنم من اومدم همین بردارها رو دقیقا از یک نقطه اینجا رسم کردم تا یک شهود بهتری نسبت به تغییر بردار سرعت پیدا بکنیم الان بردار سرعت داره از این نقطه یک میره به سمت این نقطه چهار یعنی در این راستا داره تغییر میکنه حالا من میتونم بین نقطه یک و دو بردار دلتا آر یا تغییرات سرعت رو رسم میکنم که میشه این بردار پس این میشه تغییرات سرعت از یک تا دو این میشه تغییرات سرعت از دو تا سه و این هم میشه تغییرات سرعت از سه تا چهار پس من میتونم اصلا اسم گذاری هم بکنم اینو بگم هست دلتا وی دو یک بردار این هست دلتا وی سه دو و این هم هست دلتا وی چهار سه تغییرات سرعت حالا طبق این رابطه من چی میدونم؟ من میدونم که جهت شتاب متوسط بردارش با جهت دلتا وی یعنی تغییر سرعت یکی هست چون تی که فقط یک کمیت اسکالر هست بنابراین جهت این دوتا با هم یکی خواهد بود بنابراین من میتونم بگم که در این بازهی که من الان اینجا دارم یعنی این بازه یک تا دو جهت شتاب متوسط با این جهت دلتاوی یکی هست و من تقریبا اگر وسط بیام بکشم چون متوسط هست یک همچین برداری خواهم داشت یعنی این دلتاوی منه که جهت شتاب هم همین خواهد خب یعنی این جهت شتاب هست بین این دو نقطه به همین ترتیب جهت شتاب بین دو و سه با جهت این برداره پس من میام دقیقا همون بردار رو تقریبا البته اینجا رسم میکنم یک همچین چیزی خواهد شد پس این هم میشه شتاب جهتش در این نقطه و به همین ترتیب جهت شتاب در بین 3 و 4 یعنی به صورت متوسط در فاصله بین 3 و 4 جهت شتاب در این راستا خواهد بود که مثلا یک همچین چیزی خواهد بود پس این همیشه جهت بردار شتاب در این راستا یعنی من دارم متوسط بین یک و دو رو حساب میکنم جهت شتاب رو و اگر این دوتا خیلی به هم نزدیک بشن میتونم بگم اصلا شتاب لحظه ای در این جهت خواهد بود خب حالا اگر من به این شتاب ها نگاه بکنم یک سری نکات جالب کشف میکنم اولین نکته ای که با نگاه من اثبات نکردم و صرفا دارم نگاه میکنم به این شتاب ها اولین نکته ای که من با نگاه کردن کشف میکنم اینه که گویا اینها به این شعایی که مماس میشه بر دایره عمود هستن یعنی اگر من این شعا رو رسم کنم اینها عمود هستن به همین ترتیب این هم عموده و این هم عموده یعنی انگار اینها عمود هستن اثباتی من هنوز برای اینها نیاوردم شاید هیچ وقت برای اینها اثباتی نیارم چون در کتاب های دبیرستان به اثبات اینکه اینها عمود هستن اشاره نشده شاید هم یک ویدیو برای این ضبط بکنم و یک چیز دیگه که دارم باز هم به صورت شهودی میبینم اینه که گویا همه اینها راستاشون به طرف مرکز دایره من هست یعنی این داره میاد و میاد و میاد میره میخوره به سمت مرکز دایره به همین ترتیب این داره میاد و میاد و میاد میره به سمت این و این هم حالا من خیلی دقیق نکشیدم اما راستاش به سمت مرکز دایره هست یعنی همه این شتاب های متوسط بین این دوتا و اگر خیلی فاصله رو کم بکنم شتاب لحظه ای این نقاط به سمت مرکز دایره هستند. حالا قانون دوم نیوتون که رابطش بود F مساوی هست با جرم ضرب در شتاب داره به من میگه که نیرو و شتاب همجهت هستن اینو من از مبحث دینامیکی که قبلا با هم خوندیم بلدن بنابراین نتیجه ای که من میگیرم این هست که یک نیرو باید به این ذره من وارد بشه در این بازه که به سمت مرکز دایره هست یعنی گویا من لازم دارم که یک نیرویی داشته باشم که به سمت مرکز دایره به این ذره من وارد بشه که این ذره ای من در به سمت مرکز دایره شتاب بگیره بنابراین در همه اینها نیرویی که داره به ذره وارد میشه به صورت کاملا شهودی به سمت مرکز دایره هست من به این نیرو میگم نیروی چی اسمش رو فکر کنم دیگه از مرکز گرا مناسبتر اسمی نمیشه پیدا کرد من به این نیرو میگم نیروی مرکز نیرویی که داره این شیء من رو به سمت مرکز دایره در حقیقت بهش نیرو وارد میکنه و بنابراین شتاب وارد میکنه و شی من روی این دایره حرکت میکنه حالا یه لحظه بیایید فرض بکنید که یک چنین نیروی مرکز گرایی نبود در این صورت این ذره من که در این نقطه قرار داره چه جوری حرکت میکرد خب اگر نیروی مرکز نبود یعنی هیچ نیرویی به این ذره وارد نمیشد طبق قانون اول نیوتن ذره من باید در راستای یعنی در حقیقت باید سرعتش تغییر نکنه و با همون سرعت و در همون جهتی که داره پیش میره حرکتش رو ادامه بده یعنی من انتظار دارم اگر نیروی مرکزگرایی نباشه ذره من در این راستا به حرکت خودش ادامه بده پس این میشه بدون نیروی مرکزگرا در حقیقت به دلیل اینرسی که وجود داره هر ذره من دوست داره طبق قانون دوم اول نیوتن به حرکت خودش در این راستا ادامه بده حالا این نیروی مرکز من میاد و ذره رو باعث میشه که روی این دایره حرکت بکنه یعنی بهش نیروی وارد میکنه که اون نیرو شتابی در این جهت وارد میکنه که برایند این اینرسی که ذره من داره برای حرکت در این راستا و نیرویی که داره در این راستا بهش وارد میشه اون رو در روی یک دایره حرکت خواهد داد حالا ممکن از خودتون بپرسید که این نیروی مرکزگرا اصلا در حرکت های از کجا میاد برای پاسخ به این سوال من فکر کنم خوب باشه که من چند تا مثال از حرکت های دایره رو بیارم الان این مثال هایی خواهد بود از حرکت دایره‌ای که میتونیم با همدیگه بررسیشون بکنیم یک مثال خیلی سادهش این آقایی هست که داره یک چکش یا یک گوی رو پرتاب میکنه و داره اول روی یک دایره حرکتش میده حرکتش میده شیء من اول یک حرکت دایره ای رو طی خواهد کرد روی یک همچین دایره ای و تا موقعی که پرتابش میکنه من, من پرتابش کاری ندارم موقعی که داره روی دایره حرکت میکنه خب چه نیرویی داره بهش وارد میشه مشخصه دیگه نیروی این سیم داره این رو به سمت این آقا میکشه ولی این گوی من داره روی یک دایره حرکت میکنه به محض اینکه این, که این سیم نیروش صفر بشه یعنی این تی که داره وارد میشه تبدیل بشه به صفر به محض اینکه این اتفاق بیفته در حالت عادی صفر نیستا چون این آقا داره میکشه به محض اینکه این آقا رها بکنه و دیگه این سیم به این گوی من نیروی وارد نکنه این گوی دقیقا در راستایی که سرعت داره یعنی در راستای مماس بر دایره حرکت خواهد کرد و این اتفاقیه که دقیقا ما اینجا پیش بینی کردیم گفتیم که اگر نیروی مرکزگرا نباشه در راستایی که سرعت داریم یعنی مماس بر دایره حرکت خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت طبق قانون اول نیوتن پس می‌بینید که ما تونستیم با قانون نیوتن و حرکت دایره‌ای این رو تحلیل بکنیم و نیروی مرکزگرا رو پیدا کردیم که این نیروی سیم و در حقیقت دست این ورزشکارمون بود در مورد ماهواره چطور ماهواره وقتی داره روی دایره حرکت میکنه مثلا در این نقطه سرعتش در راستای مماس بر دایره هست بعد دوباره مثلا در این نقطه سرعتش در راستای مماس بر دایره هست و اگر هیچ نیروی مرکزگرایی وارد نشه باید در راستای خودش ادامه بده به حرکت یعنی در این راستا حرکت بکنه اما ما میبینیم که ماهواره داره روی یک دایره حرکت میکنه چه نیروی مرکزگرایی داره به این دایره وارد میشه من پیشنهاد میکنم چند لحظه متوقف کنید این ویدئو رو قبل از اینکه من جوابش رو بهتون بدم خب با فرض اینکه ویدیو رو متوقف کردید و خودتون فکر کردید من مطمئنم الان دارید میگید خودتون که نیرویی که توسط زمین در حقیقت نیروی گرانشی که توسط زمین داره به این ماهواره وارد میشه این نیروی F داره ماهواره من رو یک نیروی مرکز بهش وارد میکنه و بنابراین ماهواره من میتونه روی این دایره حرکت بکنه در حقیقت اگر این نیروی مرکز نبود ماهواره در این راستا حرکت میکرد نکته مهمی هست حتما دقت بکنید و اگر نیرو این سرعت اولیه نبود یعنی این اینرسی به حرکت در این نقطه وجود نداشت ماهواره من اصلا در راستای نیرو حرکت میکرد خب چون این وجود نداشت اما چون ترکیب این دوتا هست ماهواره من میتونه در روی یک دایره حرکت بکنه البته من کاملا دارم شهودی در این ویدیو حرف میزنم در ویدئوهای بعد اینها رو کمیتر خواهیم کرد فعلا خدافز.